الان میگن جنگ اقتصادی ولی من الان دارم میگم میگم یک جنگ رسانه هم را افتاده در واقع شما الان هم سروازان مقدمی هستید که در جنگ قرار دارید چه بخواهید و چه نخواهید الان در جنگ قرار دارید که دشمن شما داره روش کار میکنه شما باید با اونا مقابله بکنید ما هم همینطور تو این نکته ای که شما فرمودی ما تو این حوزه بله ما در پلیس آگاهی داریم یک برنامه هایی داریم که واقعا اعتماد مردم رو جلب بکنیم مردم وقتی اعتماد به ما کردن اون موقع حرف ما رو خوب میفهمن و متوجه میشن این نکته ای که جام سرهنگ فرمودن ممکنه ما بگیم بر حال بعضی با توجه به این القاعاتی که در ذهنشون ایجاد شده این رو بگن خب بر حال ما الان بگیم آقا امنیت عینی اینجوریه اونها از ما نپذیرن این خیلی رو بگم یا تشکی کنن به این صحبت بگن خب این آمار واقعیت هست، ولی وقتی از نگاه یک کارشناس رسانه میاد این رو تحلیل میکنه و به مردم منتقل میشه در وضعیت فعلی ولی ما باید در طولانی مدت تو پروسه کاریمون سازکاری وجود داشته باشه که بتونیم در حوزه خودمون واقعیت ها رو به مردم بگیم مثلا همین نمونه ای که گفتن وقتی این در تبریز اتفاق افتاد بیا واقعا کشفش رو هم تبیین کنیم بگیم این اتفاق افتاد اینجا هم اومد پیدا شد حالا من مال رسانه ملی رو ارزو کنم خدمت شما خب اینجا خیلی کمک میکنن واقعا تو آگاه سازی مردم ما در یه جایی مثلا میبینی من اینن مستاق دارم به خدمت شما میگم در یه جای اتفاق افتاد یک فردی از خانواده خودش رو کشت خیلی هم فجی کشت و خیلی هم باستاب منفی ایجاد کرد اینجا پلیس نمیتونست جلو این مسئله رو بگیره طرف تو خونش این اتفاق افتاد در خارج از کشور ایشون که داشت اونجا سلا آزاد سلا در اختیار شده اینو تو فضای مجازی منتشر کردن حدود بالای تقریبا اون انت قابل انتظار برای ما نبود در رسانه ملی به این پرداخته شد که بله این پیشینش این بوده اینجا سلا به دست داشته اینجا سابقه داشته شرارت داشته تحت تعقیب پلیس بوده و اینجا اومده این جنایت ها رو مرتکب شده از پلیس فقط گفت به گفته, گفته پلیس بله دنبال اینه خب بله این در ظاهر اون مسائلی که گفتن درست بود ما نمیگیم که رو اون کاری نداریم ولی آیا پخشش در اون موقع بدون مشورت با ما خوش ما به نگاه به جامعه هم داریم اینجاست که این ساز کاره بعضیاش در اختیار ما نیست ما فراهم کردیم ولی اگر دوستان بیان واقعا کمک میکنیم به اتفاق هم خیلی روی این مسئله ماد داریم که کار بکنیم بعد این اتفاق که افتاد ما آمدیم روی این سوژه واقعا توان شبان روزی گذاشیم همکاران ما بیش از چند شبان روز تقریب مراکبت و بیخوابی و کسب اطلاعات که بتونن این رو بداد این رو در یک مجتمع چلو دو واحدی به دام انداختن انقدر اشراف اطلاعاتی دوستان ما داشتن در اون چلو واحد, واحد، آپارتمانش رو هم مشخص کردن و اتاق آپارتمان رو هم مشخص کردن خب این خیلی مهمه از دیدگاه تخصصی حالا دوستان میفهمن من چه میگم و شما متوجید شاید مردم این رو متوجه نباشن بعد ما تمام اون سکنه رو با آرامش از اون آپارتمان خارج کردیم از واحدا بیرون کردیم ما اولیم در بیرون قرار دادیم بعد خودمون دوستان ما همکارا من ما خودم تو صحنه رفتم خودم این مستاق و خودم میگم همکاران ما زده گلوله پوشیدن جلیقه ارزم به حضور شما رفتیم اونجا و بعد این در یک درگیری سه ساعته با دو تا فرد شرور مسلح خونجا دو تا به حلاکت رسید اونام دستگیر شدن ولی یک کلمه در اخبار از این گفته نشد ما توقعمون این بود متناسب با اون اینم پخش بشه حالا بگید اطلاع نداشتن قبل از عملیات ما این دوستان رو با دوربین بردیم تو صحنه تمام عملیات رو با دوربین خودشون هم ضبط کردن بله بله بعد میگم آقا چرا پخش نشد میگه خب واسه من منفی ممکنه داشته باشه میگم خب شما او برش پخش کردید مردم این رو متوجه شدن خب چرا الان پخش میشه اینه که یه مقدار این احساس ها رو به وجود میاره ما واقعا باید یک تعامل و یک تفاهم متقابل بین ما و رسانه وجود داشته باشه که رسانه ما رو درک بکنه و ما هم رسانه رو درک بکنیم بعد از موضوعات یک درک مشترک پیدا بکنیم این خیلی مهمه